اخطار جدی و تازه جنرال عبدالرشید دوستم به امریکا. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. اخطار تازه و جدی جنرال عبدالرشید دوستم به ایالات متحده امریکا. اگر جنتیک خیانتی اشرف غنی مطالعه گردد، محققاً به پومپئو خواهد رسید. اگر پومپئو اندکی هم برخلاف اداره و تصمیم مردم عمل کند، آنگاه ما به دنبال حرف خود می رویم که گفته بودیم، یا شهید می شویم و یا به حق برخواسته خود فائق می آییم. این در حال است که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا امروز دوشنبه وارد کابل شده است. هدف اصلی سفر آقای پومپئو پیشبرد توافق صلح میان آمریکا و طالبان گفته شده است. یک منبع معتبر در حکومت افغانستان در صحبت با تلویزیون یک سفر آقای پومپئو به کابل را تایید کرده است. تنش‌های سیاسی میان رهبران سیاسی افغان روند پیشبرد گفتگوهای صلح میان افغانان را با مشکل مواجه کرده است و حکومت افغانستان نتوانسته است که یک هیئت همشمول و همه قبول را برای مذاکره با طالبان اعلام کنند. رهایی زندانیان طالب از زندانهای حکومت افغانستان که جزء از توافق آمریکا و گروه طالبان است تا کنون از سوی حکومت افغانستان پذیرفته نشده است. معلوم می شود که مایک پومپئو آمده است تا تمام موانع از راه توافق صلح میان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان را برداشته و این روند را سرعت ببخشد. و به نقل از صفحه فیسبوک تلویزیون یک، نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان روی چگونگی رهایی زندانیان طالبان صحبت کردند. نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان از راه ویدیو کانفرانس روی چگونگی تبادل زندانیان صحبت کردند. شورای امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در این کانفرانس روی کاهش خشونت ها، مذاکرات میان افغان ها و آتش بس نیز صحبت شده است. در اعلامیه آمده است در این دیدار ویدیویی روی تمامی ابعاد کاهش خشونت ها در برابر افغانان، مذاکرات مستقیم و آتش بس دائمی و وسیع در کشور بحث صورت گرفته است. در این نشست 2.5 ساعته همچنان دو طرف در خصوص اقدامات نخستین تکنیکی تبادل نظر کردند تا فضای مناسب برای رهایی زندانیان به میان آید. اما سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، گفته است که در این نشست تنها در رابطه به چگونگی رهایی زندانیان صحبت شده است. سهیل شاهین گفته است که تیم تکنیکی رهایی زندانیان آنان ساعت 10 صبح روز یکشنبه با تیم تکنیکی حکومت افغانستان روی تبادل زندانیان گفتگو کردند. گفتنی است که نمایندگان آمریکا و قطر نیز حین انجام این ویدیو کانفرانس حضور داشتند. با تشکر که تا این دم با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.